مردانی عضو ستاد حکومتی کرونا: باید برویم در پارکینگ بیمارستان ها تخت بزنیم. در آی سی یو اگر لوله گذاشتند از هر 10 نفر 8 نفر میمیرند. آقای دکتر، یه سری تصاویر منتشر شده که در بیمارستان مسیر دانشوری که تخت خالی نیست، مثل اینکه حتی در راهرو یا در پارکینگ حتی نگهداری بکنن، تایید میکنید؟ این مریضایی که بالاخره میرن تو لیست پذیرش تا اون مریضی که مرخص شده بره یه مریض جدید جایگزین بشه، بالاخره یه جایی باید اینا اکسیژن بگیرن. این بیماری با بیماری دیگه فرق میکنه. مریض کمبود اکسیژن داره، اگه اکسیژن بهشون نرسه متاسفانه ممکنه بعضیشون وخیم‌تر بشه. اونجا کپسول گذاشتن که اونا اکسیژن بگیرن تا موقعی که بالاخره تخت خالی بشه. اینایی که در بیمارستان‌ها بستری میشن بین 10-12% میمیرن. اینایی که در بیمارستان بستری میشن یه تعدادشون به علت نارسایی تنفسی مجبور به انتقال به بخش آی سی یو میشن. در کل آی سی یو اگه بخوایم حساب بکنیم، از هر 2 تا بیماری که میره تو آی سی یو یکیش زنده میمونه، یکیش میمیره. حالا اگر رفت تو آی سی یو، لوله گذاشتن تو حلقش، به دستگاه رسپیراتور وصلش کردن، از این لوله میکنن به دستگاه، میگن به دستگاه رسپیراتور وصلش کردن، از 10 تا مریض 8 تاش میمیره، 2 تاش زنده میمونه، یعنی 80% میمیره. متاسفانه تمام تختا و بخش های ویژه پر هست و جای خالی برای مریض های جدید نیست، مگر اینکه همین اتفاقایی که مثل سایر بخش ها میفته، متاسفانه یک مریضی فوت میکنه و مریض دیگه از بخش یا از اورژانس منتقل میشه به این بخش. اوضاع بیمارستان چگونه است؟ آیا ورودی بیماران در این چند روزه بیماران مبتلا به کرونا تغییر داشته؟ من والا دیگه از حرومن شمس آمار واقعا صحبت میکنه دیگه. ما امروز آمارمون هم از لحاظ موارد شناسایی جدید بیشترین از زمان اول کرونا تا الان بود، هم متاسفانه میزان مرگ، و خب این نشون میده که ما در یک وضعیت بحرانی هستیم. بیمارستان هم در همین وضعیت هستن. حتما استاد توضیح دادن که واقعا الان وضعیت به صورتی شده که بیمارانی که احتیاج به بستری دارن تخت بستری پیدا نمیکنن در حال حاضر. حداقل در سطح شهر تهران به این صورت، با وجودی که 105 بیمارستان مشغول در واقع پذیرش بیماران کرونا هستند، با این وجود ما تخت بستری نداریم در سطح شهر تهران. بیمارستان مسیح دانشوری هم از این قاعده مستثنا است. متاسفانه ما شرمنده مردم گرامی هستیم که مراجعه میکنن، بالاخره یه تعدادی میتونیم بستری کنیم، ولی یه تعدادی واقعا تختی برای بستری وجود نداره.